بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده حمله تروریستی به غیر نظامیان بیدفاع در موگادیشو پایتخت سومالی را به شدت محکوم کرد و بر لزوم بازنگری مقامات سومالی در طرح‌های امنیتی برای تضمین حفاظت از مردم بیگناه در برابر این حملات وحشتناک تأکید کرد. این سازمان در بیانیه‌ای اظهار داشت این حمله شواهد جدیدی از افزایش تهدید تروریستی و فعالیت فزاینده گروه‌های افراطی است که به دنبال بی‌ثبات کردن کشور و تهدید جان غیر نظامیان هستند. سازمان مسلمان آزاده از مقامات سومالی خواست تا گام‌های مؤثری برای مبارزه با ایدئولوژی افراطی و انهدام هسته‌های تروریستی بردارند. سازمان ملل اعلام کرد که بیش از 28,000 نفر طی ساعات گذشته از سیل در استان هجه در شمال غرب یمن آسیب دیدند. در بیانیه این سازمان آمده است که شب گذشته بیش از 28,000 نفر در 4 شهر استان هجه از سیل آسیب دیدند. صندوق جمعیت سازمان ملل اشاره کرد که تیم‌های واکنش فوری سازمان ملل به ارزیابی و تعامل با این رویداد ادامه می‌دهد. این صندوق اعلام کرد که تاکنون به بیش از 4,112 خانواده کمک فوری شده است. مقامات پاکستان اظهار داشتند در اولین سال روز بازداشت عمران خان نخست وزیر سابق این کشور، هزاران نفر از حامیانش در تظاهراتی در شمال غرب این کشور خواستار آزادی فوری او شدند. گفتنی است روز گذشته هزاران نفر در شهر سوابی در ایالت ناآرام خیبر پختونخوا که تحت حاکمیت حزب تحریک انصاف پاکستان PTI به رهبری عمران خان قرار دارد برای آزادی او تظاهرات کردند. شاین ذکر است این اعتراض بخشی از کمپین اپوزیسیون مخالف با هدف تحت فشار قرار دادن حکومت نخست وزیر فعلی شهباز شریف برای آزادی بدون قید و شرط عمران خان از زندان صورت گرفته است. و خبری از قاره اروپا، گارد ساحلی یونان روز گذشته اعلام کرد که 75 مهاجر را از دریای مدیترانه نجات داده است. گارد ساحلی بدون اشاره به ملیت‌ها یا مبدأ حرکت این مهاجران گفت آنها سوار بر یک قایق بادبانی در جنوب غربی شهر ساحلی پیلوس بلوپونز بودند و به بندر کالاماتا منتقل خواهند شد. شاین ذکر است پیش از این نیز در جوانه 2023 یک کشتی که بیش از 750 سرنشین داشت در جنوب غربی ساحل پیلوس غرق شد. در آن حادثه 104 نفر زنده ماندند اما بیش از 600 نفر کشته شدند.